نامه دکتر ظافرالعانی با امضای 44 پارلمانتر عراقی به دبیر کل ملل متحد، کمیسر عالی پناهندگان و کمیسر عالی حقوق بشر درباره حفاظت و امنیت مجاهدان لیبرتی. ما مصرانه خواستار مداخله فوری شما برای آزادی 7 گروگان و تأمین فوری ترین نیازهای حفاظتی لیبرتی بر اساس قوانین بین المللی هستیم. دکتر ظافرالعانی سخنگوی رسمی لیست متحدون طی نامه‌ای با امضای 44 نماینده پارلمان عراق از دبیر کل سازمان ملل و همچنین از کمیسرهای عالی پناهندگان و حقوق بشر ملل متحد خواستار دخالت ارگانهای زیربط ملل متحد برای وادار کردن مالکی به آزادی 7 گروگان شد. در این نامه که توسط دکتر ظافرالعانی برای بانکیمون دبیر کل ملل متحد ارسال شده از جمله آمده است، 3000 پناهنده ایرانی اعضای جنبش اپوزیسیون ایران در کمپ به شدت محاصره شده لیبرتی در نزدیکی فرودگاه بغداد در وضعیت خطرناکی قرار دارند. آنها در فقدان کمترین تضمین‌های امنیتی به طور مستمر در معرض تهاجمات موشکی و خونین هستند که آخرین آن در 26 دسامبر گذشته بود که 4 کشته و 70 تن مجروح بر جای گذاشت. این در حالی است که اجساد 52 تن از این پناهندگان که در اول سپتامبر گذشته طی یک تهاجم خونین نیروهای امنیتی به کمپ اشرف به طرز دلخراشی کشتار شدند هنوز برای تدفین به خانواده های آنها تحویل داده نشده و از سرنوشت 7 تن از آنان که به گروگان برده شدند کمترین اطلاعی در دست نیست. در حال حاضر کمپ لیبرتی تحت شدیدترین محاصره غیرقانونی و ضد انسانی قرار دارد و ساکنان نه تنها از آزادی تردد و حتی دیدار با وکلای قانونی خود منع می‌شوند، بلکه از دسترسی آزادانه به خدمات ضروری پزشکی نیز محروم هستند و تاکنون 16 تن از آنان به علت محرومیت از چنین خدماتی جان سپردند. در حالی که ساکنان بیدفاع و غیر مسلح این کمپ هر روز و هر لحظه در معرض تهاجمات موشکی و تهدیدات امنیتی واضح قرار دارند، این غیر قابل قبول است که آنها از حداقل‌های تضمین‌های امنیتی برخوردار نیستند و احتمال وقوع جنایات خونین بعدی در چشم‌انداز قرار دارد و این در حالی است که همه ساکنان لیبرتی در کادر کنوانسیون ژنو رسماً افراد حفاظت شده محسوب می‌شوند و از سوی کمیساریای عالی پناهندگان، پناهجو و افراد مورد نگرانی معرفی شدند. ما مصرانه خواستار مداخله فوری شما جهت آزادی 7 گروگان و تأمین ابتدایی ترین و فوری ترین نیازمندی های حفاظتی و مایحتاج ضروری این کمپ در کادر قوانین انسان دوستانه بین المللی و مصرح در وظایف کمیساریای عالی پناهندگان هستیم. ما معتقدیم که بعد از تمامی تجارب خونین و محاصره ضد انسانی سالیان اخیر که منجر به بیش از 130 کشته و بیش از 1700 مجروح از این پناهندگان شده است، استقرار ناظران کلاه آبی ملل متحد در لیبرتی و اعلام پناهندگی جمعی برای کلیه ساکنان از سوی کمیساریای عالی پناهندگان فوری ترین اقدامی است که باید از سوی ملل متحد و شورای امنیت برای حفظ جان این پناهندگان به عمل آید. در غیر این صورت قطعاً سازمان ملل و دولت آمریکا در قبال تهاجمات بعدی که تردیدی نیست نیروی تروریستی قدس و عواملش در عراق در حال تدارک آن هستند، مسئولیت‌های روشن و غیر قابل انکاری
در قبال حفاظت از جان این پناهندگان به عهده خواهند داشت.